مؤسسه پیامبر مهر و رحمت صلی الله علیه و آله و سلم تقدیم می نماید. سوره مریم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. کاف ها یا عین صاد. این یاد رحمت آمیز پروردگار تو نسبت به بندهش زکریاست. آن هنگام که پروردگارش را در نهان ندا داد و گفت پروردگارا از فرط پیری استخوانهایم سست شده و موی سرم سپید گشته است، اما در تمام این مدت هرگز در دعای تو از اجابت محروم نمی شدم. من بعد از خودم نسبت به آینده بستگانم نگرانم، حالان که همسرم نازاست. پس لطف نما و از سوی خیش فرزندی جانشین به من عطا کن تا وارث من و آل یعقوب باشد. پروردگارا از تو می خواهم که او و عمل کردش را مورد رضایت خود قرار دهی. ای زکریا، ما تو را به تولد فرزندی به نام یحیی بشارت می دهیم، نامی که قبل از او بر کس دیگر ننهاده ای. گفت پروردگارا، چگونه میتوانم فرزندی داشته باشم در حالی که همسرم نازاست و من نیز پیر و فرتوت گشتم؟ گفت پروردگارت این چنین گفته است که چنین کاری بر من آسان است، مگر نمیدانی که خودت قبلا چیزی نبودی و من تو را آفریدم؟ زکریا گفت پروردگارا، در ارتباط با این امر برای من نشانه این قرار بده تا قلبم آرام گیرد و مطمئن شوم. خدا گفت نشانه تو این است که در عین سلامت زبانت سه شبانه روز با هیچ کس سخن نگویی. آنگاه از محراب عبادت به سوی قومش روان شد و بر دل آنها افکند که هر صبح و شام خداوند بزرگ را تسبیح کنند. ای یحیی، این کتاب را با قدرت بگیر و نگهداری کن، هرچند که ما به او در کودکی حکمت و دانایی عطا کردیم و از جانب خودمان او را مورد لطف قرار دادیم و پاکیزه‌اش گرداندیم، زیرا او حرمت خدا را نگاه می داشت و به پدر و مادرش نیکی می کرد و اهل ظلم و نافرمانی نبود. پس سلام بر او روزی که متولد شد و روزی که می میرد و روزی که دوباره زنده برانگیخته می شود. در این کتاب از مریم یاد کن، آنگاه که از خانوادهش فاصله گرفت و به ناحیه طلوع آفتاب آمد. سپس پرده میان خود با آنها کشید. آنگاه ما روح خود را به صورت یک انسان کامل به سوی او فرستادیم. مریم گفت اگر انسان خدا ترس و خدا شناسی هستی، بدان که من از تو به خدای رحمان پناه میبرم. گفت من فرستاده پروردگارت هستم تا فرزند پاکیزهی به تو عطا کنم. مریم گفت چگونه بچه دار شوم در حالی که هیچ مردی با من تماس نداشته و بدکاره نیز نبودم؟ گفت پروردگار تو این چنین گفته که این کار بر من آسان است.
ما این فرزند را معجزه و رحمتی از جانب خودمان برای همه جهانیان قرار می دهیم و این یک فرمان قطعی است. سپس باردار شد و با فرزندش به مکانی دور دست رفت. درد زایمان باعث شد تا کنار درخت نخلی پناه بگیرد، در حالی که می گفت کاش قبل از این مرده بودم و از خاطره ها محو می گشتم. ناگاه از زیر پای او ندایی آمد که می گفت غمگین مباش که پروردگارت چشمه‌ای در زیر پایت نهاده است. تنه نخل را تکان بده تا خرمای تازه بر تو فرو ریزد. بخور و بیاشام و چشمت را روشن دار و اگر بشری را دیدی بگو من برای خداوند رحمان روزه ای نذر کردم که امروز با انسانی سخن نگویم. آنگاه طفلش را در آغوش گرفته به سوی قومش آمد. آنها گفتند ای مریم، تو مرتکب کار بسیار بد و عجیبی شده ای. ای خواهر هارون، از این کار تو تعجب میکنیم، در حالی که نه پدر تو مرد بدی بود و نه مادرت بدکاره. مریم به طفل اشاره کرد تا از او بپرسند، اما آنها گفتند چگونه با طفلی که در گهواره است سخن بگوییم؟ طفل گفت من بنده خدایی هستم که به من کتاب عطا کرده و پیامبرم گردانیده است و مرا در هر جا که باشم مایه برکت گردانیده و تا زنده‌ام به اقامه نماز و پرداخت زکات توصیه نموده است و نیز مرا توصیه کرده که نسبت به مادرم رفتار نیک داشته باشم و مرا چون ظالمان و سنگ دلان نخواسته است. پس سلام بر روزی که متولد شدم و روزی که میمیرم و روزی که دوباره زنده برانگیخته میشوم. این است عیسی ابن مریم، همان کلمه حقی که به آن شک و تردید داشتند. ما کان لله ان یتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. بدانید خداوند هیچ فرزندی اختیار نکرده است، پاک و بی‌عیب است خدا. چون اراده کاری کند فقط میگوید موجود شو، بیدرنگ موجود میشود. الله پروردگار من و پروردگار شماست، پس فقط او را پرستش کنید که این راه راست و درست است. اما گروه ها با یک دیگر اختلاف کردند، پس وای به حال منکران حقیقت در لحظه دیدار روز بزرگ قیامت. چه شنوا و بینا شدند در آن روز که دوباره نزد ما می آیند، اما امروز ظالمان در گمراهی آشکارند. آنها را نسبت به آن روز حسرت آمیز هشدار ده. آنگاه که کار پایان پذیرد آنها هنوز در غفلت و بی ایمانی به سر می برند. بدون تردید ما وارث زمین و هر که بران هست می باشیم و همه به سوی ما بازگردانده خواهند شد. در این کتاب از ابراهیم یاد کن، همون که پیامبری راستگو بود، هنگامی که به پدرش گفت ای پدر، چرا چیزی را که نمی شنود و نمی بیند و هیچ نیازی از تو برطرف نمی کند پرستش می کنی؟ ای پدرم، علمی نصیب من شده است که تو از آن بی خبر و بی نصیبی، پس مرا پیروی کن تا تو را به راه درست و نجات بخش هدایت کنم. ای پدرم، شیطان را پرستش مکن، زیرا شیطان نسبت به خدای رحمان نافرمان بوده است. ای پدرم، از این که شما دوستدار شیطان باشید
و گرفتار عذاب الهی شوید نگرانم. گفت ای ابراهیم، آیا از خدایان من بیزار شده ای؟ اگر از این کار دست بر نداری قطعاً سنگسارت می کنم. فعلا برای مدتی طولانی از من دور شو. ابراهیم گفت سلام بر تو پدر، برای تو از پروردگارم آمرزش خواهم خواست، زیرا او به من لطف و مهربانی دارد. من از شما و از آن که به جای خدا می پرستید دوری می کنم. امیدوارم دعایم در پیشگاه خداوند بدون جواب نماند، و چون از آنها و آن که به جای خدا می پرستیدند دوری کرد، به او اسحاق و یعقوب را عطا کردیم و همه را به پیامبری رساندیم و آنها را مشمول رحمتمان قرار دادیم و نام نیک آنها را شهره آفاق کردیم. در این کتاب از موسی یاد کن که بنده مخلص و فرستاده پیامبر بود. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. و از سمت راست کوه طور موسا را خطاب نموده و به خود نزدیک کردیم تا اسراری با او در میان بگذاریم، و از روی رحمتمان هارون را که او هم پیامبر بود در اختیارش قرار دادیم. در این کتاب از اسماعیل یاد کن که او مشهور به وفاداری و فرستاده پیامبر بود. کسی بود که اهلش را همواره به اقامه نماز و پرداخت زکات امر می کرد، و بیشک او مورد رضایت پروردگارش بود. در این کتاب از ادریس یاد کن، زیرا او نیز پیامبری بسیار راستگو بود و بدین سبب او را جایگاهی رفیع عطا کردیم. همه آنها کسانی هستند که خداوند نعمت خیش را شامل حالشان کرده است، همان پیامبران و فرزندان آدم و همه کسانی که با نوح سوار کشتی کردیم و فرزندان ابراهیم و اسرائیل و هر کس دیگری را که هدایت کردیم و انتخابشان کردیم تا آیات خدای رحمان بر آنها تلاوت شود. همان کسانی که چون آیات خدای رحمان را شنیدند به سجده افتادند و گریه عاشقانه سر دادند. اما کسانی بعد از آنها جانشینشان شدند که نماز را متروک گذاشتند و به دنبال شهوات خیش رفتند، به زودی جزای گمراهی را خواهند دید، مگر کسانی که از گذشته زشت خود توبه کنند و به خدای بزرگ ایمان بیاورند و دست به کار نیک زنند. بدون تردید آنها به بهشت وارد خواهند شد و هیچ ستمی بر آنها نخواهد رفت، آن هم به بهشت های جاودانی که خدای رحمان به بندگانش وعده داده است. هرچند آن را ندیدند، اما بدانند که وعده او تحقق یافتنی است. لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكره وعشيا تلك الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيا. در آنجا جز سخن از صلح و سلام و امنیت هیچ کلام لغو و بیهوده دیگری نمی شنوند، و رزق و روزیشان هر صبح و شام آماده است. این چنین بهشتی متعلق به بندگانی از ماست که حرمت اوامر خدا را نگاه دارند، و ما فرشتگان جز به امر پروردگارت فرود نمی آییم. آنچه پیش روی ما و پشت سر ما و حتی در این میانه است از آن خداست، بدان که پروردگارت چیزی را فراموش نمی کند. او پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست می باشد. پس فقط او را بپرست و بر این پرستش صبر و استقامت داشته باش. آیا حتی هم نام هم ترازی برای او می شناسی؟ با این وجود انسان می گوید آیا وقتی مردم
دوباره زنده خواهم شد؟ آیا انسان به یاد نمی آورد که قبلاً چیزی نبود و ما او را خلق کردیم؟ قسم به پروردگارت که همشان را روزی با شیاطین جمع کنیم و آنها را در اطراف جهنم به زانو درآوریم. آنگاه از میان هر گروه کسانی را که بیش از همه نسبت به خدای رحمان سرکشی کرده اند جدا می کنیم و این ماییم که سزاوارترین آنها به آتش دوزخ را خوب می شناسیم. همه شما وارد دوزخ خواهید شد و این یک امر حتمی و قطعی از سوی پروردگارت است. آنگاه کسانی که حرمت اوامر خدا را نگاه داشتند نجات خواهیم داد و ظالمان به زانون در آمده را در دوزخ رها خواهیم کرد. و انگامی که آیات روشنگر ما بر آنها خوانده شود، منکران حقیقت به اهل ایمان گویند کدام یک از دو گروه، ما یا شما، جایگاهشان بهتر و محفلشان گرمتر و زیباتر است؟ چه بسیار اقوامی پیش از آنها نابود کردیم در حالی که هم ثروتمندتر بودند و هم خوشمنظرتر. ای پیامبر، به آنها بگو خدای رحمان به کسی که در گمراهی است مهلت می‌دهد تا آنگاه که وعده عذاب الهی را دریابد، یا در همین دنیا و یا در روز قیامت. آن وقت خواهند فهمید چه کسی جایگاهش بدتر و لشکرش ناتوانتر است. اما کسانی که به راه حق و نجات هدایت شدند، خداوند بر هدایتشان می افزاید، زیرا دستاوردهای خوب و نیک نزد پروردگارت بهتر از هر چیز دیگر است، چه پاداشش بیشتر و هم ماندگارتر است. آیا ندیدی آن کس را که آیات ما را انکار کرد و گفت به من مال و فرزندان زیادی عطا خواهد شد؟ آیا از غیب خبر دارد و یا عهد و پیمانی از خدای رحمان گرفته است؟ این چنین نیست. ما آنچه را می گوید می نویسیم و همواره در عذاب گرفتارش می سازیم و چیزهایی را که به آن دل بسته است از اون می گیریم تا تک و تنها نزد ما بیاید، زیرا آنها خدایانی به غیر الله اختیار کردند تا به گمان خود مایه عزتشان باشند. این چنین نیست. به زودی خدایان دروغین آنها عباداتشان را انکار خواهند کرد و به ضدیت با آنها قد علم خواهند نمود. آیا نمی بینی که ما شیاطین را به سوی منکران حقیقت فرستادیم تا آنها را شدیداً وسوسه کنند؟ پس در مورد آنها عجله مکن، ما تک تک اعمالشان را مد نظر داریم. در آن روزی که حرمتگزاران اوامر الهی را به سوی خدای رحمان گرد آوریم و مجرمان را تشنه لب به سوی جهنم سوق دهیم، در آن روز هیچ کس مقام شفاعت کردن ندارد مگر کسی که عهدی از خدای رحمان گرفته است. مشرکان گفتند خدای رحمان فرزندی اختیار کرده است. چه مطلب زشت و زننده‌ای گفتید! چنان زشت که حتی نزدیک است آسمان‌ها از آن متلاشی شود و زمین شکافته گردد و کوه‌ها فرو ریزد، زیرا آنها مدعی شدند که خدای رحمان دارای فرزندی است، در حالی که سزاوار خداوند رحمان نیست که فرزندی اختیار کند. همه کسانی که در آسمان ها و زمین هستند بندگان خدای رحمانند. تک تک آنها را شمارش کرده است و تعدادشان را می داند. همگی آنها در روز قیامت به سوی او باز خواهند گشت، در حالی که هیچ چیز با خود ندارند و تک و تنها هستند. کسانی که به حقایق ایمان دارند و عمل کردشان سراسر خوبی و خدمت است، خدای رحمان آنها را محبوب همه گرداند. ما قرآن را بر زبان تو آسان و روان کردیم تا به واسطه آن به کسانی که حرمت خدا را نگاه می دارند بشارت دهی و به دشمنان لجوج هشدار دهی. چه بسیارند مردمانی که
قبل از آنها نابود کردی؟ آیا چیزی از آنها احساس می کنی؟ یا کمترین صدایی از آنها می شنوی؟ و کم اهلکنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا صدق الله العلی العظیم. راست گفت خداوند بلند مرتبه بود عظیم. کاری از مؤسسه پیامبر مهر و رحمت صلی الله علیه و آله و سلم.